در زیر ذره‌بین امشب آیا نقشه گنج افغانستان به دست طالبان افتاده؟ زیر پای طالبان چقدر فلز قیمتی خوابیده؟ چقدر از مواد خام دنیا در خاک افغانستان مدفونه؟ با سنگ‌های آهن افغانستان چند برج ایفل میشه ساخت؟ امشب منابع زیرزمینی افغانستان رو زیر ذره‌بین می‌بریم. افغانستان هشتمین کشور کوهستانی دنیاست. به طور میانگین 1900 متر از سطح دریا بالاتره و کوهستانی بودن این کشور دسترسی به خیلی جاها رو دشوار کرده و البته میلیاردها دلار گنج درون این کوه ها مدفونه، گنجی که نقشه اون فعلا دست طالبانه. اما گنج پنهان افغانستان چیه؟ اول بریم سراغ فلزات با ارزش. طبق برآوردها 2 میلیارد تن آهن پر مصرف ترین فلز دنیا در این کشور موجوده. بذارید با مثال برج ایفل ملموس ترش کنیم. برج ایفل 324 متره و 7300 تن آهن توش به کار رفته. با آهن قابل استخراج در افغانستان میشه 200 هزار تا برج ایفل ساخت. حدود 183 میلیون تن دومین فلز پر مصرف دنیا یعنی آلومینیوم هم فعلا زیر پای طالبانه. بیشتر از 12 میلیون تن مس، حدود 2700 کیلو طلای دست نخورده، 243 تن سرب و روی و مقدار قابل توجهی جیوه قابل استخراج زیر این خاک است. مورد بعدی مواد ساختمانیه. 1 میلیارد و 300 میلیون تن سنگ مرمر، بیش از 500 میلیون تن سنگ آهک که در صنایع ساخت سیمان بسیار کاربردی و ضروریه و مواد ساختمانی دیگه که روی این دیوار هم میبینید. و بالاخره در افغانستان به مقدار فراوان مواد مدنی و فلزهای خاکی کمیاب دست نخورده وجود داره. در مجموع 1,400,000 تن مواد کمیابی مثل سنگ لاجورد، زمرد و یاقوت که بعد از الماس سخت‌ترین سنگ معدنیه که در جواهرسازی کاربرد زیادی داره و فلزات با ارزش دیگه‌ای مثل اورانیوم که در صنایع هسته‌ای و حتی بمب اتم قابل استفاده است و لیتیوم که در باتری سازی و صنایع موشکی کاربرد داره. می‌بینید که لیتیوم افغانستان که بهش مهمترین ماده خام دنیا هم میگن مقام دوم رو توی دنیا داره. گزارش وزارت معادن و نفت افغانستان اعلام کرده ارزش مخازن طبیعی دست نخورده این کشور چیزی معادل 1,000 میلیارد دلاره. 1 با 12 تا 0. لاجورد است از بدخشان، امیستان گیاشم از جلال آباد، اینی سنگ است از تگاو است به نام نفرت، اینی است از قندار فروریت. 21 سال پیش سازمان زمین شناسی آمریکا و افغانستان در ادامه کاوش‌های اتحاد جماهیر شوروی بررسی جامعی در مورد منابع طبیعی افغانستان انجام دادند و 24 منطقه در 34 ولایت افغانستان را به عنوان مناطق مطلوب منابع طبیعی علامت گذاری کردند. جاهایی که با رنگ سبز نشون داده شده منابع فلزات گرانبها را نشون میده و مناطق بنفش فلزات کمیاب خاکی و مواد معدنی با ارزش رو. مثلا معدن حاجی گک که در کوههای ولایت بامیانه با 1,700,000 تن بزرگترین معدن سنگ آهن منطقه محسوب میشه. سنگ آهن این معدن با 63 تا 69% آهن خلوص بالایی داره. یا مثلا در ولایت بدخشان در مرز چین منطقه‌ای با 958 کیلوگرم طلا شناسایی شده. خب بسیاری از کشورها از جمله چین به این مناطق چشم دارن. چین سال 2007 قراردادی برای استخراج مس از معدن مسینک با دولت افغانستان امضا کرده بود. قراردادی که بعد از این همه سال تقریبا پیشرفتی نداشته اما احتمالاً با حکم طالبان از سر گرفته بشه. طبق آمار رصدخانه اقتصادی 45% صادرات افغانستان در سال 2019 از جواهرات و فلزات و سنگ‌های گرانبها بوده، چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار. مقام دوم با 21% کمتر به میوه و خشکبار
اختصاص داره. اما نکته جالب اینه که در سال 2019 90% صادرات افغانستان به 3 کشور صادر شده: امارات متحده عربی، پاکستان و هند. امارات با 1 میلیارد واردات از افغانستان اول و پاکستان و هند دوم و سومن. البته برخی زمینشناسا با بررسی شرایط افغانستان میگن بین 7 تا 10 سال زمان میبره تا صنعت معدن این کشور در ابعاد وسیع برقرار بشه و این منابع رو به درآمد قابل توجه تبدیل کنه. با این همه ثروت، اگر طبق معیارهای دولت افغانستان خط فقر رو 2 دلار در روز در نظر بگیریم، حدود 90% مردم در افغانستان زیر خط فقر هستند. آیا طالبان حق مردم افغانستان به میلیاردها دلار منابع طبیعی موجود در خاک این کشور رو به رسمیت میشناسه؟